ギッピーランノ、ギッピーランノ、ギッピーランノ、ギッピーランノ。موکلین من اینجا هستند. من میدونم که حضور یک روح جدید واکنش های متفاوتی خواهد داشت، اوکی؟ و شما تو ویدیوهای قبلی من میبینید که سیبی که داشتم هم توسط موکلین همین نکرونومیکون گاز زده شده یا مکیده شده و سوخته. و تبر بریم ویدیو رو ببینین، ادامه میدیم. من الان این جادو رو دارم، زنگوله رو هم دارم و این شمع جادویی و آینه رو هم دارم. حالا میخوام از تاروت ها استفاده کنم. تاروت های من بسیار قدیمی هستند. چرا این سینی رو آماده کردم؟ این سینی رو من برای مراسم احضار این خدای نکرونومیکان آماده میکنم. زیوکینا، شمع اون رو روی این سینی قرار میدم و در اینجا من آینه رو میذارم کناری و از این سینی استفاده میکنم. حالا باید کارت های تاروتم رو بردارم. من جعبه خودم رو دارم. هر خانمی که این کار رو میکنه میدونه که وسایل شخصیه خودش با انرژی خودش هست. کارت های تاروت من بسیار قدیمی هن و هستن. حالا بقیه اون کارت ها رو کار نداریم. من در اینجا کارت های تاروتم رو میخوام دوباره دودشون بدم و از دسته چوب کاجم استفاده میکنم. چوب های کاج رو دوباره آتیش میزنم و از دود اون برای پاکسازی استفاده میکنم. خب یه کاج این هست که خیلی سریع شعله میگیره و سریع هم خاموش میشه و دودش هم زیاد نیست، یعنی مثلا جوری نیست که خونتون رو بخواد خیلی دودی کنه یا مهالود کنه. ولی بعضی از این چوبای جادویی باعث میشن که آلارم این آتش نشانیتون به صدا در بیاد. خب من این کارت های تاروت رو کاملا دودشون میدم و اینها رو با انرژی این جادو یکی میکنم و میتونید ورد رو مجددا تکرار کنید. گیبیلانو، 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 گیبیلانو. این خدا به شما میگه که چی هست، در کارت ها نشونتون میده حقیقت رو. این ظرف رو من گشته بودم برای کسایی که میخوان سیجیل روی مس بنویسن، میتونید از مس هم استفاده کنید. این ظرف کوچولوی تزیینی. خب الان من میدونم که موکلینم اینجا حضور دارن و هیچ موردی نداره. من کارت ها رو شروع میکنم. این فایلی که میخوام بگیرم، تاروتی که میخوام باز کنم، به هم مورد هر آنچه که به من نشان داده بشه. من نیت خاصی ندارم، هر چی که خودشون نشونم بدن همونه، اوکی؟ بعضی ها حالا نیت های خاص دارم، ولی به نظر من تاروت باید آزاد باشه و هر آنچه که بیرون میاد اون درسته. خب من باید کمی این بچه ها رو آروم کنم. شلوغ میکنن، خوشحال میشن که این کار رو انجام میدیم تو این خونه. گیبیلانو، گیبیلانو. شما متوجه تغییرات محیط میشین وقتی که کسی اینجا حضور داره. حالا حرکت کردن این دوربین منم که به سقف آویزونه اونم هست. همین دستای من اینجا هست. تو اتاق جادوی منم هیچ کس نیست، ولی شروع میکنه به موف کردن، حرکت کردن. خب من کارتای بسیار قدیمی تاروتم رو یه بره کوچولو میزنم و میبینم که هر آنچه که نشون داده میشه رو ببینیم چی هست. اوکی، تاروت خانی برای کسایی که مبتدی هستن طبق کتاب های آموزشی انجام میشه، ولی برای کسایی که موکل دارن گاهن اصلا تاروت لازم نیست. خود اون موکلین به شما میگن که چی هست. یعنی من میخوام بگم که افرادی که خیلی متبحر هستن در این کار اصلا احتیاجی عملا به تاروت ندارن
احتیاجی به هیچی ندارن، چون تمام چیزها رو حضور اون موجوداتی که هستن بهشون میگه. خب من شیوه کاری خودم رو دارم، 3-6-9-13 هستم. البته شما این مسائل رو زیاد نمیدونید. تاروتای من یه سبک دیگر، این سبک ویژه خود من هست. 3-6-9-13 3-6 رو من میبینم. الان ببینیم چی هست. کارت اول، کارت دوم و کارت سوم. و 6 رو نگاه میکنیم و میرسیم به 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. چرا 3, 6, 9, 13؟ این پسژای منه. هر خانم تاروت خانی یا آقای تاروت خانی پسژ داره. بعضی این پسژا رو میشناسن، بعضی نمیشناسن، ولی خوب دیگه حالا توضیح دادنش کمی زمان بره که اون بستگی داره به اون آدمایی که باوری که دارن، به تاروتی که دارن، سبک تاروتی که کار میکنن و یا این داستان. خب من در حال حاضر میبینم چیزایی که باید ببینم و تفسیر اون هم مربوط به این ویدیو نمیشه. من 3-6-9 هم رو دیدم و 13 رو هم میبینم. توضیح نمیدم بهتون تاروت خانی رو، چون سبک تاروت خانی یه مسئله هست که مربوط به فهم و شعور و درک اون انسانیه که موکل داره و یا مدیوم هست. جور دیگه این متوجه داستان ها میشه. اینم تا اینجا. من 13 رو هم بذارم. اینم از این هفته بعدی. خب اوکی. خب من ببینیم چه داستانایی رو در اینجا خواهیم داشت. عجبا. خب من کارتو رو کاملا دیدم که باید ببینم و داستانها رو داریم. خب همونطور که من گفتم در بحث تاروت خانی، افرادی که موکل دارن احتیاج به تاروت دیدن ندارن، چون شما متوجه همه حقایق و داستانها میشن. افرادی هم که مدیوم هستن، اونها هم متوجه همه چی میشن. ببینیم فال قهوه چه خبر. خب قهوه ما هم دیگه کاملا رو حرارت ملایم به اون قوامی که میخواسته در اومده. یادتون باشه از آب ماه استفاده کنیم. مون واتر خیلی چیز خوبی هست که بهتر افراد از اون برای جادو استفاده کنند. خب اینم از قهوه ما. قهوه رو هم نشونتون میدم. خودم میبینم دیگه، حالا احتیاجی به گفتن نداره، این فال شخصی منه. بازم میدونم چه خبره. شوکه کننده نیست برای من، برای من خیلی عادیه. وقتی فال قهوه شما درسته، حتما نلبکیتون و نشان خود قهوه در فنجان و کارتای تاروتتون یکی در میاد. اگر اینا با هم تضاد داشتن، بدونید اون فال درست نیست. نشونه فال درست یکسان بودن کارتای تاروت
یکسان بودن فنجان و نلبکیه. اصلا کاملا مشخص میشه که اینها یکسانن. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. نکته دیگه هم این هست که شما وقتی که موکل رو احضار میکنید و شمع جادوی رو انجام میدید، باید موشم روشن بمونه تا انتها بسوزه. اوکی؟ ممکنه بعد از این اتفاقاتی توی منزل من بیفته که اون دیگه از ویدیو خارج خواهد بود، چون موکلینی که من احضار میکنم حتما میان و اینجا حضور خواهند داشت و داستانای اون دیگه توی این ویدیو دیده نمیشه. امیدوارم هر جا هستید خوب باشید، از این آموزش لذت برده باشید. احضار خدایان باستانی نکرونومیکان هم میتونه به راحتی انجام بشه بر افرادی که دوستش دارن و دیگه من صحبت اینجا ندارم. فقط ترجیح میدم که در این کار از پیشکش میوه ها استفاده کنم. هر جا هستید شاد و تندرست باشید و از جادو و بقیه حواشی جادو لذت ببرید. شاد و تندرست باشید. روز و روزگار به کام.